برای جزیات بیشتری خبر همراه میشیم با همکارم پویا هاشیمی که از واشنگتن با ما پیوستن به برنامه پویا خوب جزیات بیشتری موضوع چی هست حالا اگر چهار سامانه دفاعی هوایی ایران از بین رفته باشه بازدارندگی ایران بسیار ضعیف شده باشه حالا سکریا نیویورک تایمز به از منابع نوشته که زمانی که جمهوری اسلامی در اوایل ماه اکتبر به اسرائیل حمله کرد مقام اسرائیلی به نیویورک گفتن که در اون زمان تصمیم گرفتن که به پالایشگاه نفتی تاسیسات هستوی و یا طرح ابتدایی پاسخ اسرائیل را ریزی کردن اما به دلیل مخالفت های امریکا به این که اسرائیل به تاسیسات ای و تاسیسات نفتی جمهوری اسلامی ایران حمله نکنه چرا به دلیل از اینکه این مسئله میتونه تاثیر مستقیم به افزایش قیمت نفت در جهان و از تاثیرات جانبی داشته باشه و این مسئله مستقیما در فضای انتخاباتی آمریکا تاثیر میگذاره به این خاطر جم... اسرائیل تصمیم به این گرفت که یک حشت... پیام هشداردهنده به جمهوری اسلامی بفرسته به گزارش نیویورک تایمز اسرائیل در حمله دیشب خود یا دیروز خود به ج... به ایران سیستم های دفاعی تاسیسات نظامی جمهوری اسلامی را به گفته مقام اسرائیلی فلج کرده گفته پالاشگاه نفتی یا سیستم های دفاعی در اطراف پالاشگاه نفتی و پتروشیمی که در ایران وجود داشته ضربه خورده به گفته مقام های ایرانی و به نیویورک تایمز حالا این پایگاه های پایگاه های حیاتی اقتصادی ایران حالا آسیب پذیر است در گزارش نیویورک تایمز ام آمده که چهار محل مورد هدف قرار گرفته دیشب پالاشگاه بندر امام خمینی در خوزستان میدان گازی تنگ بیجار که در او پالایشگاه نفتی آبادان وجود داره در, در ولایت ایلام و همچنان پایگاه تولید موشکی موشک بالستیک سپاه پاسداران وابسته به سپاه پاسداران که فلاغ شهید قادری و عبدالفتح نامهایشان گرفته شده در تهران و همچنان قرارگاه پارچین و پرند که در مربوطات, مربوطات وزارت دفاع ایران میشه در خود تهران مورد هدف قرار گرفته پویا نیویورک تایمز گفته که مقامات منابعش مقامات ایرانی و اسرائیلی است چقدر معتبر از خود ای گزارش ببین نیویورک تایمز بسیار تلاش کرده که محتاطانه در این مسئله برخورد بکنه به او خاطر سه منبع از مقام های ایرانی و سه منبع از مقام های اسرائیلی در گزار گزارش نیویورک تایمز شریک بوده و همچنان به این مسئله پرداخته که هویت از اونا به دلایل مسائل امنیتی فاش نمیشه بر علاوه سی این شش منبع دو منبع دیگر هم یا دو مقام ایرانی هم در اینجا ابراز نظر کرده یکیش یک عضو یا بلندپایه وزارت انرژی ایران و یکیش هم عضو اتا اتاق تجارت و اتاق تجارت مشترک ایران عراق است حالا یک مسئله دیگر هم نیویورک تایمز تلاش کرده که با عنوان مدرک و یا قرینه در این گزارش خود استفاده بکنه او است که چهار نفری که وزارت چهار نفری که ایران اعلام کرد که از مقام های وزارت دفاع کشته شدن دو نفرشان در ساکن شهر برای ماشر بوده که در نزدیکی بندر امام امام خمینی که به گفته گزارش نیویورک از مورد حمله قرار گرفته ساکن بودن و جنادشان در اونجا دفن شده حالا نیویورک سلاش تلاش کرده که تا جایی اعتبار گزارش خود به یک شکل نشان بده ولی احتمالا جزئیات بیشتر و بیشتر در مورد این حمله از طرف اسرائیل هم ایران بعدا شاید منتشر شود تشکر میکنم از همکارم پویا هاشمی در واشنگتن